برخی از باشندگان شهرک جدید سمنگان میگویند که مردم در این شهرک به خدمات اولیه دسترسی ندارند. آنان از آنچه که فساد در توزیع نمرات رهایشی در شهرک جدید سمنگان در حکومت گذشته میخوانند انتقاد مینمایند و از مسئولین خواهان فراهمسازی خدمات اولیه به شمول مکتب، کلینیک، مدرسه، آب آشامیدنی و برق شدند. و این شهرک در آغازش به شکل قانونی و در اصطلاح درستش با نقشه و دیزاین شده بود، که مشکلات خلق شد. خداوند مشکل کسایی که خلق کرد اونا را هدایت بده، اونا بدبختانه کارهای نادرست انجام داد. اما حال این مردم در این شهرک زندگی میکنه با تاسف که مکتب نداره، با تاسف که حتی مسجد نداره. در یک شهرکی که در جاهایی که نیاز بود باید حداقل 4 مسجد باشه، شما باور بکن که یک مسجد نیست. مسجد نداره، کلینیک نداره، سرکاش بسیار نادرست است. یعنی به این معنا جویایی که جویش باید کنده باشه متاسفانه جوی نداره، پلچک نداره، آب که در زمستان و در اگر موقع بارانی حتما مردم به حد با مشکل مواجه است که هیچ راه نداره که تا مسجد بره یا شهر بره. با در بعضی مناطقش آب که عموم نداره، برق هم نداره در بعضی سایش. سرک ما نداریم، جوی نداریم، آب نداریم. این طرف زمستان میشه، حتی زمستان شه سرکای با شکل بند میشه که مردم در مسجد رفته نمیتونن از دستی گلو لای. شهرک جدید تقریبا چند سالی را که به حساب تاسیس شده متاسفانه مشکلات های خود داره، از نگاه نمرات بوده و از نگاه اشخاص بوده، از نگاه زمیندار بوده یا از نگاه خصوصا شهرولی بوده در وقت در معاصر زمانش. ولی از بزرگا فعلا خواسته می است که در این موضوع توجه بیشتر به خرج بتن. باشندگان این شهرک در حال از نبود خدمات اولیه انتقاد میکنند که مسئولان محلی سمنگان از پایان کار جغل اندازی یک سرک به ارزش 2 میلیون افغانی در مربوطات این شهرک را نیز خبر دادند. دغه پروژه د افغانیت مسی دغه بودیجه ورکول کیږي چې مالی تمکننده چې دی یونیسف یونفس. دغه پروژه د امام مسلم رحمه الله موقتی شورا ده چې شلکه دغه سرک بودیجه و. مسئولان محلی سمنگان نیز مشکلات این باشندگان را پذیرفته و بر حل آن تاکید می‌ورزند. دقیقا در قدم نخست شهرولی ایبک شهرکی را در ولایت سمنگان که توزیع نموده تمام مایحتاج الهی مردم را در نظر داشته، چی از قبیل مکاتب و مدارس و مساجد و کلینیک ها و سایری از اماکن عامل منفعه را در نظر داشته. متاسفانه در خلال توزیع یک سلسله مشکلاتی که به وجود آمده، همی اماکن عامل منفعه به نمرات به توسط مسئولین وقت، چی مسئولین بلندپایه و چی مسئولین پایین رتبه، توزیع شده به نمرات تبدیل شده، یک چالش خیلی بزرگی است. و این چالش بزرگ را امارت اسلامی چون فرزندان خود مردم هست، از بطن امی مردم است، در تلاش استمراری و دائمی هست تا این مشکل را حل بکنند. که اقتصاد ریاست، مهاجرون ریاست، حوادث و ریاست، د برېښنا ریاست، محترم شاروالی، د کم سکتور ریاستونه چې مونږ د ملت د پاره چراغلی او د خدمت د پاره راغلی، د ملت د پاره مونږ د حکومت د پاره نه راغلی. شپه ورځ ان شاء الله ټول رئیسانو ځان باندې وکړي چې د ملت ته مونږ خدمت وکړو. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.